سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیز رسانه ایران وایر. سلام خدمت همه عزیزانی که امشب در خدمتشون هستیم از رسانه ایران وایر. خیلی خوشحالم از این که یک لایو دیگه از سری لایو های حقوق کودک رو با شما هستیم در کنار خانم مریم قادریان، کارشناس تغذیه. اجازه بدین من خانم قادریان رو اد بکنم به لایومون. خانم قادریان اگه برای من میبینم که اینجا شما هستین، اگر برای من یک درخواست بفرستین من میتونم پیداتون بکنم. اینجا نمیتونم پیداتون بکنم. ممنون میشم که برای من یک درخواست بفرستین. خب فکر کنم بله فرستم. سلام و درود مجدد به همه مخاطبین عزیزمون. میگن صدا ضعیفه. سلام، خوب هستین؟ خسته نباشید خانم قادریان. ممنونم از اینکه باز هم در واقع میهمان برنامه ما هستین و دعوت ما رو قبول کردین. من کامنت ها رو باز گذاشتم، دوستان میگن که صدا ضعیفه. اگر که دوستان محبت کنن الان بگن که صدا در چه وضعیتی هست من خوشحال میشم. منم توی این فاصله سلام میکنم خدمت شما سمانه عزیزم، خدمت رسانه جهانی ایران وایر و همه فارسی زبانایی که این لایو رو حالا یا هستن یا اینکه بعداً میبینن. باعث افتخارمه که امروز در خدمتتون هست. خیلی ممنون، متشکرم به همراهان عزیزمون، متشکرم از شما، مرسی از محبتتون. و یک سلام دوباره دارم به کسانی که الان به بحث ما در واقع پیوستن. من سمانه قدرخان هستم، روزنامه‌نگار و عضو رسانه ایران وایر. امشب در خدمت خانم مریم قادریان هستیم، کارشناس تغذیه از کشور کانادا، شهر تورنتو. میگن که صدا عالیه. موضوع لایو ما امشب در خصوص تغذیه کودکان ADHD هست و خیلی خوشحال میشیم از این که بتونیم نظرات شما رو پایان لایو داشته باشیم. من طبق برنامه همیشه هر هفتهمون کامنت ها رو میبندم و بعد از اون کامنت ها رو باز میذارم 20 دقیقه آخر برنامه که اگه سوالی داشتین از خانم قادریان عزیز بپرسین. این لایو سیو میشه و شما میتونید این لایو رو بعدن هر زمانی که خواستید مشاهده بکنید. با اجازه همه عزیزان من خب کامنت ها رو بستم. خب خانم قادریان عزیز، ما در لایوی که چند ماه پیش سال 1400 حدودن با هم داشتیم در مورد تغذیه کودکان صحبت کردیم و شما مسائل خیلی مهمی رو در خصوص تغذیه کودکان یادآور شدین. دوستان خیلی عزیزی، مخاطبین خوب ما، بعد از اون لایو تماس گرفتن، برای ما همونجا کامنت گذاشتن و از شما خواهش کردن، دعوت کردن که در یک لایو دیگه در خصوص تغذیه کودکان ADHD، طیف خاص با نیازهای ویژه، کودکانی که به بیش فعالی هم از اونها نام برده میشه، صحبت کنید و راهنمایی کنید که این بچه‌ها چه نوع تغذیه‌ای داشته باشن که بهشون کمک بشه برای آرامش بیشترشون، چه چیزهایی بخورن و چه چیزهایی نخورن. من خیلی طولانی صحبت نمی کنم، فقط چند نکته رو ابتدای صحبت هام مطرح می کنم. از جمله مشکلات معیشتی و اقتصادی که در ایران هست، کمبود برخی مواد غذایی به دلیل فقر و گرانی و اینکه مواد غذایی عموما در اختیار تمام خانواده ها به صورت مساوی نیست. خیلی از خانواده هایی که حتی ممکنه در لایو ما نباشن امشب و کودکانشون از کودکان طیف ADHD نیازهای ویژه باشن یا بچه های بیش فعال باشن، نتونن برخی غذاها رو تهیه بکنن، در دسترسشون نباشه و کسانی که در این لایو هستن خب میتونن در واقع این رو به اون خانواده ها هم منتقل بکنن برای آگاهی بخشی جامعه. با توجه به شرایطی که هممون از جامعه ایران میدونیم و نسبت بهش آگاه هستیم و با شناختی که شما از شرایط تغذیه دارید به صورت کلی بدون در نظر گرفتن شرایط کشور کانادا، حالا اگر کسی سوال داشته باشه در مورد اینجا هم میتونه از شما بپرسه، من میخواستم ازتون بپرسم که بچه های طیف ADHD چه غذاهایی یا کودکان بیش فعال چه مواد غذایی رو میتونن مصرف بکنن، چه مواد غذایی رو نمیتونن مصرف کنن، یا اصلا کلا ارتباطی بین بیش فعالی و نوع تغذیه کودکان وجود داره یا نه؟ حتما عزیزم، در خدمتتون هستم. قبل از اینکه هیچ صحبتی رو شروع بکنیم میخوام از همه کسایی که این
ویدیو ما رو میبینن، خواهش کنم که این برنامه رو و کل اطلاعاتی که اینجا با شما در اختیار شما قرار میگیره رو به صورت یک این سری اینفورمیشن یا اطلاعات عمومی در نظر بگیرین. اگر فرزندتون یا حالا بزرگسالی که ADHD دارن و الان تحت درمان هستن یا حالا به صورت درمانهای اجتماعی با خانواده یا مدرسه یا درمانهای دارویی، به هیچ وجه با در نظر گرفتن توصیه های ما هیچ دستکاری نکنین توی اون داروها، هیچ سعی نکنین مثلا داروها رو استاپ کنین، قطع کنین یا تغییرش بدین. اینا یه سری اینفورمیشن های عمومی 100% اثر خواهد داشت برای سلامت بچه های شما، اما هر تغییری توی دارو باید حتما زیر نظر پزشک حتما اتفاق بیفته. مرسی. یه نکته خیلی خیلی مهم که من قبل از اینکه اصلا در مورد تغذیه بچه های ADHD بخوایم صحبت بکنم، میخوام بهتون یادآوری بکنم که تغذیه بچه از زمان بارداری شروع میشه. اینو حواسمون باشه که افراد جوانی که تصمیم دارن باردار بشن یا حتی قبل از بارداری که آدم حواسش باشه که خب الان قراره من یک موجودی رو توی بدن خودم پرورشش بدم، آیا اصلا بدن من شرایطی داره که من بتونم مواد غذایی که میخورم رو جذب بکنم؟ چون مهم به اندازه هم این دوتا مسئله اهمیت داره که ما چه غذایی میخوریم و اینکه آیا چقدر از اون مواد غذایی جذب بدن ما میشه، چقدر بدن ما میتونه مواد غذایی رو سموم رو از خودش خارج بکنه و دفع بکنه. پس از اون زمان تغذیه بچه شروع میشه. اینو باید خیلی حواسمون بهش باشه که مسئله بسیار مهمیه. البته مهمم هستش که ما چی میخوریم. کلن ADHD به زبان فارسی یعنی اینکه بچه هایی یا افراد بزرگسالی که به این اختلال مبتلا هستن، کسایی هستن که نمیتونن خوب تمرکز بکنن، اختلال تمرکز دارن و خیلی هایپر اکتیون یا بیش فعالن، زیاد تکون میخورن، اصلا استراحت نمیکنن، دائما در حال بدو بدو ان، توجهشون از یک مسئله فورا به یه مسئله دیگه میره، خیلی وقتا به چشم تماس چشمی برقرار نمیکنن چون توجهشون میپره، تند حرف میزنن، نمیدونم بهتون بگم که زیاد زود عصبانی میشن، زود و خیلی سریع و زیاد عصبانی میشن. اینها علائمیه که میشه ما بهش کمی شک بکنیم. متاسفانه تستی وجود نداره که بیان بچه ها رو تست کنن و بگن این بچه های ADHD دارن، ولی کسایی هستن که آموزش دیدن و میتونن بچه ها رو توی مدت زمان طولانی در نظر بگیرن، پدر و مادر و مدرسه رو باشون ارتباط برقرار کنن و این اختلال رو مشخص بکنن. اگر مشخص بشه که بچه این دوچاره این اختلال هست، که متاسفانه درصد بچه هایی که دارن با این اختلال مشخص میشن هر روز داره زیادتر میشه، من عدد و آماری اینجا ارائه نمی کنم چون بیشتر آماری که ما الان در دسترس داریم مربوط به کشور آمریکا هست و لزوما همه شنوندگان یا بیننده های ما مال آمریکا نیستن، ولی آمار جهانی هم نمیتونه خیلی دور از آماری باشه که الان توی جامعه آمریکا در دسترسه، چون خیلی داره این اختلال بیشتر و بیشتر توی بچه ها مشاهده میشه و معمولا بچه هایی که این اختلال رو دارن مشکلات دیگه هم کنارش دارن، مثلا استراب یا انگزایتی، مثلا مبتلا به آتیزم هم هستن، مثلا شاید گاهن دیپرشن یا افسردگی هم داشته باشن. اینه که ریت یا درصد بچه هایی که داره مشخص میشه با این علائم خب هی داره بالاتر میره. یکی از دلایلش میتونه و گفته شده که تغییر غذایی که ما میخوریم. ما توی 30-40 سال گذشته متاسفانه خب جمعیت کره زمین بیشتر شده و کسایی که توی این صنعت تهیه کردن غذا دست داشتن
اولویت هاشون شده، یکی این که غذا به اندازه کافی برای همه در دسترس باشه و یکی دیگه هم این که توی رقابتی که هست کمپانی من برنده بشه نسبت به کمپانی دیگه. دیگه الان سلامتی این که غذا در چه حد واقعا این چیزایی که بدن ما میخواد بهش میرسونه یه ذره اومده اولویت پایین. خیلی خیلی اهمیت داره که بچه چی میخوره، چقدر میخوره و چه وقت میخوره. یعنی حتی برای بچه های معمولی هم شما منظورت معمولی منظورم بچه هایی که به طیف حالا ADHD یا آتیزم در واقع نزدیک نیستن، ساعت و در واقع زمان غذا خوردن و من فکر میکنم اون برنامه داشتن، روتین برنامه غذایی منظورتون هست، این میتونه کمک بکنه در نوع رفتارشون، یعنی در بهتر بودن رفتارشون و در کنترل حالا خشمشون، کنترل فعالیت بیش از اندازشون یا کنترل از صد در صد. معمولا بچه هایی که به این اختلال مبتلا هستن خیلی آدم های باهوشی هن. خیلی خیلی باهوشن، خیلی آدم های خلاقی هن. و اگر پدر و مادر و مدرسه اینا متوجه بشن و با هم دیگه به این بچه ها کمک بکنن از نظر یه لایف استایل سالم و تغذیه در کنارش و اگر بچه ای نیاز داره به دارو، همه اینها با هم خیلی خیلی راحت تر تحت کنترل قرار میگیره و بچه شاید اصلا بدون مشکل هم راحت زندگیشو ادامه بده. و حتی بچههایی هستن که اصلا سالم سالمن و این مشکل رو ندارن. البته یه مقداری درصدی از بچه ها با این ژن به دنیا میان و اینو دارن، ولی کسایی هم هستن که اصلا این مشکلات رو ندارن ولی در اثر تغذیه اشتباه و ناکارآمد و اینکه غذاهایی که بدنشون لازم داره بهش نمیرسه و یا ذهنشون لازم داره، متاسفانه دچار این اختلال میشن. تغذیه خیلی خیلی نقش مهمی در این مسئله داره به طور کلی توی تموم بیماری های فکری و ذهنی. الان مثلا دیپرشن، خیلی از روانشناس ها، خیلی از روانکاوها، تراپیست ها به صورت موازی و همگام با نوتریشنیست ها کار میکنن با بیمارانشون که بتونن اینا رو درمانشون بکنن. درسته، در مورد دیپرشن یا همون افسردگی صحبت کردین، نکته مهمی رو اشاره کردین، چون خیلی از بچه های طیف ADHD یا بچه های بیش فعال بچه هایی هستن که متاسفانه به دیپرشن هم مبتلا میشن. دلیلش هم همون فشارهای روحی و روانیه که در واقع مشکل دارن در بیان احساساتشون و کنار اومدن با شرایط جامعه و اون باعث میشه یک فشار مضاعف روشون باشه. عمده خانواده ها نمیتونن این بچه ها رو درک کنن، خیلی هم طبیعیه. دلیلش هم اینه که سخت درک کردن بچه ها، چون سیستم مغزی اون بچه ها یه طور به شکلی پیچیده تر طراحی شده، برخی فعالیت ها رو نمیتونه انجام بده، برخی در واقع کنار اومدن با شرایط رو نمیتونه انجام بده و خانواده ها قادر به تحمل این شرایط نیستن. شرایط مدرسه، یعنی محیط مدرسه نمیتونه این شرایط رو، بعضی وقتا معلم ها امکان هندل کردنش رو ندارن، مدیریت کردنش رو ندارن. این بچه ها عمدتا با مسائل معاشرتی و رفت آمدی و روابط با همسالانشون هم دوچار هستن و مشکلات زیادی براشون ایجاد میکنه. تا جایی که من میدونم و خوندم، برخی از این بچه ها با دارو همونطور که عنوان کردین مشکلاتشون حل میشه، برخی دیگه با دارو هم مشکلاتشون حل نمیشه و فقط نوع مدیریت خانواده، یعنی والد، حالا من از جمله پدر یا مادر، از کلمه پدر یا مادر استفاده نمی کنم، چون والد یا سرپرست بچه میتونه هر کسی غیر از پدر یا مادرش هم باشه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، گاهی دو تا پدر یا گاهی دو مادر در خانواده هایی که پدر مادر در واقع دو تا زن یک فرزند دارن یا دو تا مرد یک فرزند دارن. از این جهت میگم که من بر همین از واژه والد استفاده میکنم. به هر حال والد میتونه بچه ها رو در واقع تحت مدیریت خودش داشته باشه یا بچه رو تحت مدیریت خودش داشته باشه و آموزش بده. و این بحثی که شما میگین، تناوب تغذیه بچه و نوع تغذیهش میتونه خیلی مهم باشه. حالا سوالم خیلی، در واقع نکتم خیلی طولانی شد، میخواستم برگردم به بحث افسردگی. این بچه ها عموماً، بعضی هاشون البته، شماری از این کودکان با بحران افسردگی هم مواجه میشن،
اطلاعاتی که دادم. چطور میشه با نوع تغذیه غلبه کرد به این بحث افسردگی و از دارو استفاده نکرد؟ من این توضیح رو بدم، در کشور کانادا، من از آمریکا اطلاعی ندارم ولی تا جایی که میدونم آمریکا تحت همین قوانین، ولی در کشور کانادا مشخصا دارو به بچه ها خیلی داده نمیشه، خلاف اون چیزی که در ایران هست و شما اجازه ندارید، یعنی دکتر متخصص اطفال در واقع اجازه تجویز دارو به کودکان رو نداره، یعنی نه هر داروی، منظورم داروهای مثلا مثل داروی خواب آور، داروی ضد افسردگی و این داروهای از این دست، ولی حالا داروهای نیازهای مبرم مثل مثلا آنتی بیوتیک یا داروهای بیماری های خاص که چرا، ولی منظورم این سری داروهایی که در ایران خیلی راحت به بچه ها داده میشه و بچه ها خورونده میشه. از این جهت میخوام بدونم خانواده ها در ایران چی کار میتونن بکنن که برای اجتناب از دریافت دارو یا دادن دارو به کودکانشون در صورت افسردگی بتونن این مشکل رو مهار بکنن و به بچه بکنن. و چقدر نکته خوبی رو سمانه جون عزیزم شما ذکر کردین. چیزی که قبل از اینکه در مورد این جواب این سوال رو بدم میخوام بگم اینه که این بچه ها متاسفانه به خاطر اختلالی که دارن گاهی اوقات برچسب بچه بد بهشون میخوره، بعضی اوقات در صورتی که اصلا این کارهایی که انجام میده یا حالا هر اتفاقی که میفته لزوما تحت کنترل خود بچه نیست، ولی اگر اطرافیان آگاهی نداشته باشن، مخصوصا خانواده و اطرافیان رو آگاه نکنن، با معلم ها در ارتباط نباشن، با حالا کسای دیگه ای که با بچه در ارتباطن اینا رو آگاه نکنن، خیلی راحت بچه ها اعتماد به نفسشون و عزت نفس بچه از بین میره به خاطر برچسبایی که بهش میدن که بچه بدیه، حرف گوش نمیکنه و حالا هر چیزی. برای همین والدین خیلی براشون مهمه که دانش داشته باشن در این زمینه و خودشون رو آگاه بکنن. در مورد اینکه افسردگی داشته باشه بچه کنار اون اختلالش، یکی از دلایلش همین میتونه باشه، برخورد دیگران، اینکه من هر کاری میکنم مورد انتقاد قرار میگیرم، دست خودم نبوده ولی هر کاری کردم، مثلا با بچه های اطرافم تشویق شدم ولی من کوبیده شدم، این خیلی توی روحیات بچه اثر میذاره. یه نکته ای که خیلی مهمه، بچه هایی که این اختلال رو دارن، حالا یا آتیزم یا افسردگی و یا ADHD دارن، خیلی مشاهده شده که التهاب در بدنشون هست. لزوماً التهاب جایی که وقتی که توی بدن وجود داشته باشه تو همون منطقه‌ای که التهاب هست عوارض نشون داده نمیشه. ممکنه التهاب توی مثلا روده ها و شکم بچه و دستگاه گوارش بچه باشه، ولی اینقدر سیستم های بدن با هم دیگه و هماهنگ کار میکنن و با هم در ارتباطن که این اختلال و این التهاب خودش رو به صورت اختلال ADHD نشون بده. بر همین باید حتما ما اینو به صورت یک کل بدن رو در نظر بگیریم، نه فقط بیان حتی اگر بچه تحت درمان داروییه، داروی تنها رو در نظر نگیریم، کل رو در نظر بگیریم، هم لایف استایلش رو در نظر بگیریم که حالا من آخر صحبتام بتون یه چند تا نکته در مورد کارهای غیر از تغذیه هم میگم، و هم اینکه چی میخوره. چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره بر بچه ها و کلا برای همه، برای پایین آوردن التهاب بدن، چربی های خوب، مخصوصا چربی اومگا 3 هست. این خیلی اهمیت داره، مثلا توی انواع ماهی ها پیدا میشه، توی زیتون و روغن زیتون، مثلا اگر تخم مرغی بر بچه درست میکنین، اگر غذایی بر بچه درست میکنین با روغن زیتون براش درست بکنین. خیلی از مواد غذایی، پلیفینول ها و مواد غذایی که روغن زیتون داره، ضد التهابه، خیلی خیلی بهش کمک میکنه. کربوهیدرات های پیچیده که مثلا مثل نونی که بچه میخوره، هیچ نباید نون سفید باشه. فکر نکنیم که من به صورت عمومی میگم بچه شکر نخوره، شکر بچه رو هایپر اکتیو میکنه، در صورتی که فقط شکر نیست. اون پیتزایی که شما به بچه میدین و با نون سفید، آرد تصفیه شده درست شده، در اصل اونم یه جور شکره،
که داره بچه میخوره. اینا حواسمون باشه، اگر پیتزا میخوره، اگر نونی میخوره، این نون نون هول ویت باشه یا نون سبوسدار. من تو ایران دیدم که یه سری از نونوایی ها آرد سفید و باش نون میپزن و بعد روی سطح نون سبوس میپاشن. اون نه، اون کار نمیکنه، اون به صورت نون سبوسدار حساب نمیشه. نونی که کل گندم یا کل جو رو با سبوس و همش آرد کرده باشن، این خیلی کمک میکنه به سلامت روده های بچه ها. یک ارتباط بسیار بسیار نزدیک بین باکتری های بدن بچه ها و سلامت فکر و ذهن و روانشون هست. یعنی اگر بچه رو درست تغذیه بکنیم، که میدونم، کاملا میفهمم والدینی رو که این بچه ها رو دارن چقدر احتیاج داره که بیشتر صبر داشته باشن، چون این بچه ها معمولا بچه هایی هم هستن که خوبم غذا نمیخورن، همه چیز رو نمیخورن، تحمل ندارن بشینن غذا بخورن، و این مشکلات و درد سر والدین رو چند برابر میکنه. من اینو کاملا به عنوان یک مادر کاملا میفهمم و متوجهم، ولی این کار رو باید ما انجام بدیم که یه ذره صبر بیشتری داشته باشیم، یه ذره بچه‌مون رو توی اولویت بذاریم. اگر بچه نمیشینه کامل غذاشو بخوره و بره، یه کمی باش تحمل کنیم. مثلا یه وعده غذایی که یه بچه توی یه بار میخوره، شاید این بچه سه بار بشینه بخوره، که کاملا وقتی پدر و مادر مطلع باشن قبول میکنن، والدین ببخشید مطلع باشن قبول میکنن که این شرایط بچه از انعطاف پذیری نسبت به شرایط داشته باشیم. یه سری از بچه ها ایراد گیرن یه ذره توی این شرایطی که هستن، اینو نمیخورم، اونو نمیخورم، نمیدونم اینا. راهکاری که خیلی کمک میکنه به والدین اینه که بچه رو این والوش بکنن، بیارنش تو پروسه خرید. حالا که گوگل هست، بچه ها میتونن گوگل هم کمک والدین بکنن. بیا با هم ببینیم چی بخریم، یه لیست خرید درست بکنیم، بیا با هم بریم خرید، بیا با هم بپزیم. آوردن بچه توی فرایند تهیه غذا خیلی کمک میکنه به اینکه بچه یه جورایی به خودشم افتخار میکنه که من اومدم خودم غذا رو با مامانم یا با پدرم درست کردم، بیشتر لذت میبره، میخوره. پخت و پز گاهی به صورت به عنوان مدیتیشن هم ازش استفاده میشه. برای همین مواد غذایی خوب مثل همونطور که گفتم کربوهیدرات های پیچیده، مثل حبوبات، مثل انواع سبزی ها، مثل نمیدونم نون هول ویت، مثل برنجی که یه ذره حالا یا سبوسش همراهش باشه یا برنجی که توش حبوبات ریخته شده باشه، مثل برنج همراه با ماش، برنج همراه با عدس، اینا به صورتهای مختلف بچه خودش بسازه غذا رو، حالا تو خریدش کمک کرده باشه، تو پختش کمک کرده باشه، کمک میکنه به خوردنش. پروتئین هم همینطور. عزیزم صدای شما رو من نمیشنوم. ببخشید قطع کرده بودم مثلا که صدا زیاد اینجا، عذر میخوام. تا از این مبحث رد نشدین، در مورد کربوهیدرات های پیچیده فرمودین، من میخواستم مثال بزنید در مورد غذاها، مواد غذایی که خانواده ها و والدینی که الان پای این لایف هستن دقیقا بدونن که وقتی ما میگیم کربوهیدرات پیچیده چیا هستن، و اگه میخوان یادداشت بردارن بدونن که دیگه نیاز نباشه دوباره برن تو اینترنت سرچ کنن. بردن. مرسی. حتما عزیزم. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم که توی سوپرمارکت ها تا میشه، تا جایی که براتون امکان داره، از این آیل ها یا ردیف هایی که غذاهای بسته بندی چیده شده از اونجا خرید نکنید. تا جایی که میشه توی اصلا تو اون آیل ها نرین، اصلا اونجا ها نرین. این غذاها پره از شکر، افزودنی ها، رنگ ها، نمیدونم طعم دهنده ها، مواد نگه دارنده، این چیزا. هر غذایی رو به صورتی که از طبیعت اومده همونو بخرید. کربوهیدرات های پیچیده مثلا مثل حبوبات، مثل همون نون سبوسداری که گفتم، مثلا براتون بگم که انواع میوه ها، اینا همه کربوهیدرات دارن ولی پیچیده است. منظورمون چیه؟ یعنی همون آخر اون چیزی که ازش بچه میگیره
چیزی که بدن ما از اونا میگیره در اصل شکره، همون شکره که هست، اما بدن تا میاد به اون شکره برسه باید خیلی چیزای دیگر رو بگرده دنبالش و کنارش بزنه. اینه که این فرایند کمک میکنه که این کربوهیدرات ها و شکر کم 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 توی بدن بچه آزاد بشه و یهویی اون تغییرات بالا و پایین هورمونی رو توی بدن به وجود نیاره. خیلی خیلی کمک میکنه کربوهیدرات های پیچیده، حتی به خودمون، حتی به ادالت ها و آدم های بزرگتر، نه فقط بچه ها. و چیزی که بر بچه ها حواستون خواهش میکنم بهش باشه، پروتئین مصرفیشونه، چون باز همطور که گفتم بچه ها گاهی یه ذره ایرادگیر میشن، بعضی وقتا پروتئینشون رو درست نمیخورن. باز اینجاست که پدر و مادر باید یه ذره والدین یه کمی خودشون رو انعطاف پذیری بیشتری نشون بدن. من مشکلات ایران رو کاملا میدونم، من عزیزانم در ایران زندگی میکنن و روز به روز در جریان مشکلات هستم و با تموم وجودم حسش میکنم، ولی میخوام بهتون بگم که از نظر روحی و روانی خودتون رو خیلی درگیر این نکنیم که ما شاید نتونیم هر روز گوشت بخوریم، شاید نتونیم هر روز به بچه‌مون گوشت براش فراهم بکنیم، و اجازه ندیم که این بشه یک استرسی روی استرس های دیگه ای که زندگی الانمون داره. فراهم کردن پروتئین برای بچه ها لزوما خرید گوشت نیست. پروتئین از تخم مرغ میتونه بر بچه ها بیاد، از شیر میتونه باشه، از ماست میتونه باشه. اگر شما یه راهکار خیلی خوب بهتون بگم، برنج رو با انواع حبوبات مخلوط بکنین، یعنی برنج و عدس، برنج و ماش، برنج حتی با نخود فرنگی. نخود فرنگی یک منبع عالی گیاهی پروتئینه که یک پروتئین کامله، تموم اسیدهای آمینه رو داره. در نتیجه لازم نیستش که خیلی استرس داشته باشیم که اگه نتونستیم گوشت بخوریم. غذاهای گیاهی مثلا بهتون بگم انواع کوکوهایی که با سبزیجات درست میشه، کوکو با کدو، کوکوی سبزی خودمون، غذای بی نهایت خوشمزهی که پر از پروتئین. دیگه براتون بگم مثلا کینوا اگر امکانش هست براتون، اگر نیست هیچ مشکلی نداره، دانه چیا اگر امکانش هست یک منبع خوبی برای اسیدهای چربه، مخصوصا اومگا 3 برای ضد التهاب. اگر ندارین باز جایگزین هایی هست، نمیدونم مثلا جونم ببخشید چون داشتین کینوا رو مطرح میکردین این سوال برام پیش اومد، آیا بلغور هم میتونه جایگزین کینوا بشه؟ چون بلغور در ایران هست ولی کینوا رو مطرح باشه. بله بله، اتفاقا بلغور یه جایگزین عالیه برای برنجه که میتونه جایگزین کینوا هم بشه. آیا پروتئین بلغور به اندازه پروتئین کینوا هست؟ نه، ولی خیلی پروتئین خوبی داره. اگر بلغور یا برنج رو استفاده میکنین، حتما با حبوبات، اگر بچه ها میخورن با حبوبات مخلوطشون بکنین، میشه یک پروتئین کامل و هیچ نگرانی نداره. درسته، خیلی ممنونم، مرسی از مواردی که گفتین. سوال اومده توی بخش خصوصی، من سوال رو دیدم ولی الان چون سوالها رو باز نمی کنم، شاید یه چند دقیقه زودتر حتی سوالها رو باز کنم، مطمئنم که خیلی از مخاطبینمون ازتون سوال دارن. نکته که سوالی که بر خودم پیش اومد، خیلی از بچه هایی که مبتلا به ADHD هستن به خاطر عدم دریافت گوشت قرمز و به خاطر اون در واقع ویژگی خاصی که دارن در عدم پذیرش طعم‌های مختلف و غذاهای متفاوت، ممکنه که گرفتار کمخونی بشن که این خیلی شایع هست در بچه‌هایی که کم غذا یا بد غذا هستن. چه مواد غذایی رو شما حالا جدا از گوشت توصیه می‌کنید که بچه‌ها بتونن بخورن، به غیر از حالا عدس که همه میدونن، یا مثلا موز به عنوان میوه که همه باهاش آشنا هستن؟ البته موز الان در ایران خیلی گرونه، ولی حالا هم در مورد میوه ها هم در مورد سبزیجات مثل اسفناج، حالا در حبوبات چه در واقع توصیه‌ای دارید که این منبع آهن در بدن بچه ها تامین بشه؟ و یک سوال دیگه ای داشتم در مورد گیاهخواری، میخواستم بدونم آیا گیاهخواری ارتباطی داره با بهبود شرایط کودکان طیف ADHD یا بیش فعال یا نه؟
چشم، حتما. در مورد نوع غذاهایی که برای تامین آهن بدن، همه سبزیجاتی که برگهای سبز دارند، مثل همون اسفناج که شما اسم بردین، مثل برگ چغندر، مثل گشنیز، جعفری، نمیدونم شوی، تمام سبزیجاتی که برگ سبز هستن، اینا سبزیجات بسیار خوبی هستن. و من خود من توی خونه ما حتما ما در هفته یک بار کوکوی سبزی درست میکنم، به خاطر این غذا که اینقدر مفیده، یک غذای کاملا گیاهیه که شما اگر بچه یه ذره ایراد گیرم هست ولی اینو شانس بیاریم و این غذا رو بخوره، میتونی خیلی از سبزیجات رو توی این غذا قایمشون کنیم. مثلا برگ چیز این دنباله های پیاز چه عالیان. ما خیلی همون دور میریزیم، در صورتی که این واقعا منبع غذایی بسیار خوبیه. اتفاقا توی کشور کانادا به خاطر اینکه تره نیست، ما از اون ساقه های من خودم از اون ساقه پیازچه استفاده میکنم به عنوان جایگزین تره، یعنی از تره 100%، استفاده میکنم، یعنی همون و همچنین تره فرنگی، اون قسمت های سبزش. من دیدم کسایی که فکر میکنن اون قسمت پایینش خوردنی نیست، اینا عالیه، بسیار خوبه. باز همطور که گفتم برگ چغندر، اگر بچه ببینین یه نکته خیلی جالبه که بهتون بگم، ما میخوایم حالا بیایم مثلا غذا رو سالمش بکنیم، داریم از اون ور پشت بوم میفتیم. خوردن سیب زمینی سرخ شده بر بچه هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، در صورتی که توی خونه تهیه بشه. شما اگر امکان داشته باشه سیب زمینی رو با پوست، سیب زمینی با پوستش یک منبع عالی از مینرال ها یا مواد معدنی، همینطور آهن و همینطور مس که خیلی نیازه برای جذب آهن، سیب زمینی با پوستش عالیه. شما میتونید سیب زمینی رو با پوستش خورد کنید برای بچه تو روغن با حرارت پایین، روغنمون دود نکنه، فقط روغن با حرارت پایین، این بس همیشه یه غذای عالی برای بچه، هیچ نیست. اگر بچه ای مثلا روش دوست داشته باشه و بخوره، روش مثلا پنیر بریزین، عالی میشه. من مثلا بچه خود من دوست داشت، من روش تخم مرغ و مخلوط میکردم هم میزدم و روی سیب زمینی سرخ کرده براش میریختم، اینا مثل یه کوکو میخورد دیگه، غذای پرفکته بر بچه ها. در نتیجه خیلی پیچیده نیست. من میدونم که خیلی الان همینطور که گفتم میخوایم داریم از اون طرف پشت بوم میفتیم، ولی اونقدر را سخت نیست. با همین سبد غذایی که داریم، بدون استرس، با منیج کردن و مدیریت استرسمون، میتونیم اولا چیزایی که لازم نداریم رو نخریم. بچه ها خیلی لازم ند یعنی اصلا لازم ندارن سریال هایی که توی بسته ها گذاشته شده، اینا رو براشون نخریم، اینا رو نمیخواد بخوره. خیلی از سبد خریدتون رو نگاه کنین و ببینین خیلی چیزاشو میشه حذف کرد و به جای مثلا اون دوتا بسته سریال، 4 تا تخم مرغ بیشتر بخرید، یه ذره بادوم بیشتر، نمیدونم، هر چیزی که بچهتون و خانوادتون میل دارن رو بیارین تو سبد غذاتون و استرستون رو مدیریت تا جایی که میشه. نمیشه استرس رو کم کرد، نمیشه از بین برد، ولی میشه مدیریتش کرد. درسته. یه سوالی داشتم خانم قادریان عزیز، من باز هم بگم به دوستان عزیزی که دارن به ما میپیوندن، ما در خدمت خانم مریم قادریان کارشناس تغذیه از کانادا هستیم در خصوص تغذیه کودکان بیش فعال یا طیف ADHD. پاستا به عنوان غذایی که بچه ها عاشقشن، این بعضی از پاستاها اینجا حداقل در کانادا هست که پروسس شده است، یعنی فراوری شده است، عذر میخوام ازتون، فراوری شده است و روی بسته هاش هم توضیح داده که مثلا میزان آهنش بیشتر از پاستاهای میزان هم ماکارانی خودمون بیشتر از حدیه که مثلا سایر ماکارانی ها دارن. اینها واقعا تبلیغات یا اینکه میشه از اینها هم به عنوان جایگزین غذایی برای کودکانی که واقعا ماکارانی رو به عنوان غذای غالب، مخصوصا ماکارانی آبپز رو ترجیح میدن به ماکارانی که با گوشت و سس و اینا مخلوط باشه، استفاده کرد یا خیر؟
بله، میتونه مارکتینگ باشه یا بازاریابی باشه یا برای جلب توجه باشه. من خودم اگر روی بسته غذایی نوشته باشه که یک منبع بسیار خوب کلسیوم، منبع بسیار خوب پروتئین، نمیدونم منبع عالی فیبر، این چیزا، من بهتون توصیه میکنم که حتما مواد تشکیل دهنده رو ببینید، چون بیشتر اوقات تولید کننده ها یه چیزایی رو این پشت دارن قایم میکنن. این یه نکته. اگر در مورد پاستا، چیزی که من به شما پیشنهاد میکنم پاستاهایی یا ماکارونی هایی رو بگیرین که از توی کانادا بهش میگن هول گرین، یعنی سبوس داره، یعنی از کل، یعنی کمتر پروسس شده باشه. از اونا اگر بخرین نیازی نیستش که آهن اضافه بهش اضافه کرده باشن. خود مواد غذایی که هول گرین باشه خودش آهنم توش داره، نیازی نیست شما پول اضافه بدین برای اینکه مثلا اون پاستایی رو بخرین که آهن داره، نه. ولی پاستاهای سفیدم نه، اونایی که از هول گرین تهیه شده باشه رنگش با بسیار بسیار ها فرق داره، ببخشید حرف زدم، رنگش قهوه‌ایه، رنگش با بقیه مواد فرق دقیقا داره. دقیقا آن 100% تو این سالها که اومده، من حالا بیشتر از یه دهه است که از ایران خارج شدم، اون موقع هم بود ولی فکر میکنم الان هم باید حتما قطعا باشه، چون ایران به خاطر واردات زیادی که داره در مخصوصا در خصوص کالاهای خوراکی حالا از اروپا یا از ترکیه، من فکر میکنم الان هم باید به وفور باشه، البته بستگی به قیمتش، امیدوارم که خانواده ها بتونن تهیه بکنن. بله. ببخشید حرفتونم قطع کردم، داشتین در نه مورد عزیزم، از خواهش این میکنم. پروتئین صحبت میکردین و اینکه بچه های طیف ADHD چه چیزهایی رو بیشتر بخورن، چه چیزهایی رو کمتر بخورن یا اصلا نخورن و از بشقابشون حذف بشه. آره، چیزایی که از بشقاب بچه ها حذف بکنین تا جایی که امکان داره، شکرهای ساده مثل شکری که توی نون سفید هست، مثل شکری که توی این وافلا و این چیزایی که میخریم بچه ها، بیسکویت ها و چه میدونم اینایی که خریداری میشه، اینا رو حذف کنیم. من اصلا نمیگم شکر بر بچه ها بده، میگم باز دوباره تعادل و تناسب. اگر شما با بچتون همراه بشین و با هم تصور بکنین که با هم دیگه یه کیکی درست بکنین که این کیک از آرد سبوسدار باشه، حالا تازه توش بتونی هویجم رنده کنی بریزی، یا حالا اگر بستگی به خانواده و ذائقه خانواده و بچه، اگر توش مثلا یه مقداری گردو یا یه مقداری از انواع مغزها بتونین بریزین، شکری که توی این کیک میریزین هیچ مشکلی بر بچه نداره، تازه باعث میشه بچه میل داشته باشه از این کیک بخوره. اگر شکری بچه میخواد بخوره، شکر اینطوری باشه تا جایی که میشه نوشیدنی هایی مثل پپسی و چه میدونم کوک و این چیزا رو اصلا از سبد خرید خانواده کم کم بیاریم بیرون. این از اون چیزاییه که بهتره پولمون رو سیو کنیم، پس انداز کنیم و این مقدار پول رو اونجا هدرش ندیم. آب میوه ها رو حواستون باشه، آب مخصوصا آب میوه هایی که میخریم اگر 100% شکر نباشه، 90 و چند درصد شکره. اینا رو شما نمیخواین هم پولتون رو هزینه این کار بکنین، هم غذایی به بچهتون بدین که واقعا هیچ غذاییتی بر بچه نداره و سلامتش رو در خطر میذاره. این خیلی مهمه. باز همونطور که گفتم غذاهایی که مواد نگه دارنده داره که معمولا چیزهایی که توی بسته بندی ها میاد، غذاهایی که رنگ داره. خیلی از سیریال های صبحانه همینه که بر بچه ها میخریم انواع و اقسام رنگا رو دارن و طعما رو دارن و اینا لزوما چیزی نیستش که به سلامت بچه کمک بکنه. حتی بچه ای که مشکلاتی هم نداره رو ممکنه در معرض اختلال قرار بده. به همین دلیل اینا چیزاییه که بچه بهتره نخوره. یه نکته خیلی مهمی که میخوام اینجا اشاره بکنم بهش اینه که آلرژی یا حساسیت به غذا، لزوما حساسیت به غذا طوری خودشو نشون نمیده که مثلا یه جایی از پوستمون خارش پیدا کنه یا تب کنیم یا نمیدونم این علائمی که ما باهاش آشنا هستیم. گاهی حساسیت به غذا خودش رو به صورت سیمتوم ها یا علائمی مثل علائم ADHD میده، بچه رو بیش فعالش میکنه.
به همین دلیل حتما با پزشکتون مشورت بکنین و هیچ ضرری نداره اگر بچه احیانا این علائم بیش فعالی رو داره، با خودتون حتی به پزشک متخصص بچه اینو پیشنهاد رو بدین که بهش میگن به انگلیسی elimination diet یا یک رژیم حذفی، کاری که میکنن یک سری از غذاهایی که بیشتر متداوله برای حساسیت مثل گندم، مثل شیر، مثل تخم مرغ، مثل ماهی هایی، مثل صدف و این چیزا رو از لیست برنامه غذایی بچه حذف میکنن و علائم بچه رو همینطور زیر نظر دارن. خیلی وقتا اصلا این مشکلات و این علائم و عوارضی که بچه داره مال حساسیت غذاییه و با یه درست کردن و تنظیم کردن این مسئله شاید اصلا برطرف بشه. خیلی نکته مهم و جالبی رو گفتین، من خودم این رو واقعا نمیدونستم و خیلی ممنونم ازتون. در مورد گوشت قرمز صحبت کردین، اشاره کردین الان به در واقع همین بحث حساسیت های غذایی. بعضی از بچه ها هستن که گوشت سفید دوست دارن، مثلا سینه مرغ، ماهی، میگو. من میدونم که الان مرغ باز هم ارزش غذایی خوبی داره، همین که به نسبت در ایران راحت تر در دسترس هست. اینا چی؟ اینا برای تغذیه بچه ها تا چه اندازه تو در واقع توصیه میکنید؟ و این نکته خیلی مهمی رو تو صحبتاتون اشاره کردین که من میخوام الان روش تاکید بکنم، این حساسیت های بیش از اندازه والدین روی بحث غذایی بچه ها، یعنی وسواس بیش از اندازه گاهی میتونه آسیبزا باشه. این که اشاره کردین سیب زمینی سرخ کرده میتونه خوب باشه، ولی با پوست بخور، یعنی با پوست سیب زمینی رو سرخ تو خونه تهیه شده باشه، تو خونه تهیه شده باشه دقیقاً، مثلا روش تخم مرغ بزنید یا مثلا یه ذره پنیر پیتزا شاید بشه روش زد، چون پنیر به حال پنیر ارزش غذایی داره. اینا نکات جالبی بود که بهش اشاره کردی. اما در مورد گوشت سفید چی؟ میزان استفاده گوشت سفید و کدوم مدل گوشت سفید میتونه ارزش غذایی خوبی برای بچه ها داشته باشه، به خصوص برای طیف بچه های بیش فعال؟ و نکته که گفتید بعضی از غذاها میتونه بچه ها رو مبتلا به بیش فعالی بکنه که خیلی مهمه. 100%. یه نکته ای که بهتون بگم، گوشت سفید مخصوصا گوشت رون مرغ، نه سینش، رون مرغ و یا رون بوقلمون که بهش حالا میگن گوشت تیره مرغ مثلا، اینها اسیدامینه یه تریپتوفان داره که این اسیدامینه یک پیش نیاز بدنه برای ساخت هورمون سروتونین یا هورمون خوشحالی بچه، هورمون سرحالی بچه. در نتیجه اگر بچه‌تون گوشت قرمز نمیخوره، فقط گوشت سفید میخوره، هیچ نگران نباشی. به اندازه‌ای که بچه میخوره از گوشت رون مرغ مثلا بخوره هیچ مشکلی نداره. اگر احیانا پای مرغ در دسترستون هست که فکر میکنم از نظر اقتصادی هم به صرفه باشه، اگر پای مرغ رو بگیرین و پای مرغ رو بذارین توی آب با یه مقداری از سبزیجاتی که هست، با سیر، با پیاز، با هرچی، برای مدت طولانی بپزه، برای مثلا شاید 12 ساعت، 15 ساعت یا 24 ساعت با حرارت کم بپزه، بعد اینو بریزین توی یه آبکش، اون قسمتی که روی آبکش میمونه نیازی نداریم بهش، آبی که میاد این آب بی نظیره برای بچه، کلاژن داره، نمیدونم تموم اسیدهای آمینه رو داره و واقعا اگر که هر غذایی میپذیم، خب مثلا حتی برنجی که میپذیم، من خودم این کار رو میکنم، اینو این آب و همین آب رو درست میکنم، میریزمش توی قالبای یخ و بعد این توی یخچال هست، هر تو حتی برنجم که بر بچه میپذیم یکی دوتا از این قالبا رو بندازین توش، این میشه پر از پروتئین. عالیه، عالی. یعنی اگر بچه‌تون احیانا بچه‌ایه که یه ذره پیکیه و ایراد میگیره به غذا و همه چیزی نمیخوره، خیلی جای بازی دارین که باش چیزای مختلفی درست بکنین که نه لزومن گرونن نه لزومن زمان برن، میتونه بچه رو به خوبی تغذیه بکنه و استرس پدر و مادر رو و والدین رو بیاره پایین. درسته، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین، چون پای مرغ به خاطر قیافه خاصش معمولا خیلی دوست داشتنی نیست، نباید گذاشت بچه ها اونو ببینن و باید اون آبش رو در واقع برداشت استفاده کرد برای غذاها. من شروع میکنم سوالها رو از شما پرسیدن. یه عزیزی اینجا برای ما سوال خصوصی فرستادن، امیدوارم که هنوز توی لایف ما حضور داشته باشن و
اگرم حالا بعدا اینو گوش بکنن، گفتن با سلام، اینکه فرد ADHD داره و طعم غذاها تو دهانشون بد و تهوع آور هست هم توضیح بدین. بله متاسفانه اگر که اینطوره این آدمایی که اینجوریان باید دارو بگیرن. کسایی که این مشکل رو دارن فقط راهش اینه که داروهای خاصی به پزشک متخصص مراجعه بکنن و دارو بگیرن که اینو بتونن مشکلشون رو حل کنن. راه دیگه ای که من بهشون پیشنهاد میکنم اینه که توی غذاهاشون تا جایی که میتونن از غذاهایی که نه پروبایوتیک مکمل، ولی از غذاهایی که پروبایوتیک داره، مثل چی؟ مثل ماست مثلا، مثل نمیدونم براتون بگم همین ماست خیلی خوبه، مثل انواع ترشی ها، اینا یه کوچولو حتی یه مقدار کمشو اگر استفاده بکنن اینا خودش پروبایوتیک داره. نکته خیلی مهم جونم، چون گفتین ترشی، میخوام دقیق توضیح بدین چه ترشی منظورتون هست، یعنی اون تا نوعش رو مشخص بکنید. ترشی حتما کشف. اگر ترشی هایی که مثلا ترشی کلم خیلی عالی، خیلی عالیه، ولی ترشی هایی که خودمون اگر بتونیم خودمون درست کرده باشیم، مواد نگه دارنده نباشه، سرکه سیب اگر مثلا توش باشه خیلی خیلی خوبه. و یه نکته ای که میخواستم بگم در مورد آهان، جویدن غذا، هر چی غذا رو شما بیشتر به جوین به باکتری های سالم داخل دهانتون کمک میکنه و باعث میشه که طعم و مزه و همه چیز توی دهان به مرور زمان بهتر بشه. درسته. یه عزیزی سوال کرده بودن که صدا قطع شده، کدوم قسمت مرغ رو فر شما توصیه کرده بودین استفاده بکنه. من براشون کامنت گذاشتم قسمت تیره گوشت مرغ، ران مرغ. من ببینم که اگر سوال دیگه اینجا در خصوصی برای ما گذاشتن. خب در مورد گیاهخواری کودکان ازتون سوال کردم، میخواستم ببینم که گیاهخواری چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه بچه های طیف ADHD یعنی بیش فعال آروم بشن، قابل کنترل بشن، یا اصلا هیچ تحقیقی نشده در رابطه با گیاهخواری یا رابطهش با بیش فعالی. به دلیل اینکه ما یک لایوی داشتیم با تیدا، دختر توانا که طیف در واقع آتیزم هستن، و مینا جان مادر تیدا یک رژیم غذایی خیلی خوب و خاصی برای تیدا جان به توصیه پزشک تهیه کردن که رژیم گیاهخواری و دیگه دندان میگم از میخوام گوشتخواری نداره، و من میخواستم بدونم که به تیدا کمک کرده بود، یعنی هم به حال روحی تیدا کمک کرده بود، هم به لحاظ اضافه وزنی که این کودک باهاش مواجه بود بهش کمک کرده بود. در مورد کودکان ADHD یا بیش فعال چی، آیا این بحث کیا گیاهخواری بهشون کمک میکنه یا نه؟ اگر بچه ترجیحش اینه که بیشتر از مواد غذایی گیاهی بخوره، بله میتونه بخوره. اگر که در شرایط خاص مثل همین شرایط تیدا جون، همون شرایطی که شما گفتین، ممکنه به بعضیا کمک بکنه، ولی اینکه آیا این به صورت یه قانونی هستش که مثلا در اثر تحقیقات زیادی یا متاانالایزایی که شده باشه، همچین چیزی نیست. اگر حجم مقدار گیاه ها، یعنی غذاهایی که بر اساس پایه سبزیجات هستند، مقدار سبزیجات غذای بچه رو بالا ببریم بسیار خوبه و هیچ شکی درش نیست که کمک میکنه، ولی لزوماً حذف گوشت و یا غذاهای حیوانی چیزی نیست که تا حالا در موردش تحقیقات جامعی شده باشه که بچه ها رو از خوردنش منع بکنه. درسته. یه سوال خیلی خوبی پرسیدن که اتفاقا سوال خود من هم بود، در مورد خوردن شیر، نوشیدن شیر. گفته بودن که چه زمانی بهتره که بچه ها شیر استفاده بکنن، و سوال کرده بودن آیا با غذا میتونن شیر بخورن یا نه، چون بچه ها بعضی هاشون هستن که به شیر خیلی علاقه مندن، و آیا شیر به عنوان یک منبع غذایی که پروتئین زیادی هم داره و کلسیوم هم داره توصیه خوبیه که به عنوان رژیم غذایی بچه ها در نظر گرفته شه، حالا به صورت کلی هر بچه ای و حالا بچه هایی که ما امروز داریم در موردشون صحبت میکنیم طیف ADHD یا بیش فعال. بله
شیر خب یه غذای کامله، بسیار غذای خوبیه. متاسفانه شیرایی که الان توی بازار هست چون به روش جدید تولید میشه، مثل شیرای قدیم، مثل دامپروری امروز، دامپروری قدیم نیست، از نظر خاصیت مثل شیرای قدیم نیست. مخصوصا شیر گاو یه مقداری توی به صورت طبیعی در وجود خود شیر یک موادی هست که ممکنه باعث ایجاد التهاب در بدن بچه ها بشه، و شیر خودش جز اون ماده های غذایی هست که ممکنه بچه بهش حساسیت پنهان داشته باشه. پس اول مطمئن بشین، خیال خودتون رو راحت کنین که بچه شما به شیر حساسیت نداره. دوم اینکه اگر میتونه بچه جایگزین کنه شیر بز یا شیر گوسفند رو به جای شیر گاو، بسیار بهتره، چون اونا مقدار مواد التهاب زاشون کمتر از شیر گاوه. ولی اگر مشکلی نیست و بچه مشکلی نداره، حساسیتی نداره اینا و خیلی وابسته است به شیر، اشکالی نداره خوردن شیر. اما کی مثلا صبح بخوره، اگر بتونیم این برنامه رو کم کم بر بچه تغییرش بدیم که مثلا شب قبل از خوابش، چون شیر خواب رو راحت تر میکنه، مواد غذایی موجود در شیر باعث میشه بچه راحت تر بخوابه، مثلا قبل از خوابش بخوابه. و یه ماده غذایی خیلی خوبی که شما شاید بتونین جایگزین شیر بکنین دوغه. دوغ خیلی خوبه، پر از پروبایوتیکه، پر از باکتری های مفیده. اگر ذائقه بچه قبول بکنه، آروم آروم همراه غذاش دوغ رو جایگزین شیر بکنه، خیلی بهتره. چقدر جالب. یه سوالی پرسیدن در مورد فرق بین شیر بادام و اوت، یعنی جو. من اتفاقا خواستم این ازتون بپرسم که مریم جان، شما شیر بادام، شیرهای فراوری شده بادام، شیر سویا، شیر جو، اینا رو چجوری در واقع کدومش رو توصیه میکنید؟ فکر کنید کدوم جایگزین بشه بهتره؟ کدوم ارزش غذاییش بیشتره؟ اگر شما دوست دارین شیر بخورین، یعنی دوست به اون ماده غذایی سفید، مایع سفید رنگ رو بچه بهش عادت داره و دوست داره بخوره، ولی خب به حساسیت داره مثلا به شیر، میشه شیر بادام رو جایگزینش کرد، حالا یا شیر جو یا شیر سویا، ولی از نظر مواد غذایی اصلا قابل مقایسه نیست. باز حداقل شیر بادامی که از بیرون شما میخرین، اولا که همه اینها پروسس شده است، من خودم به هیچ وجه نمیخرم، ولی باز اونی که شما از بیرون میخرین اومدن یه مقداری کلسیوم و اینا بهش اضافه کردن. شیر بادومایی که امروز تو خونه خیلی هم رسم شده که همه آموزش میدن، همه درست میکنن، اینا در اصل یه آب سفید رنگه که شما میخورین و ما از نظر غذایی خیلی کیفیتی نداره، روش حساب به هیچ وجه نکنید. درسته. یه عزیزی گفتن که پسرشون مبتلا به کمخونیه که متاسفانه خیلی هم شایع، هم بین بچه ها هم بین بزرگ سالا، و گفتن پزشک پیشنهاد کرده که شیر رو قبل از خواب نخوره چون موجب کمخونی افزایش، یعنی بیشتر شدن کمخونی میشه. من این نکته رو بگم چون پزشک، اینو من قبلا هم شنیده بودم از یک پزشک متخصص اطفال، که شیر مصرف بیش از اندازه‌اش، یعنی همون چی میگن، همون اسراف و تفس که ما میگیم که یه چیز رو دیگه بیش از اندازه استفاده نکنیم، حالا یادم رفت اصطلاحشو، اون مصرف بیش از اندازه‌اش قطعا میتونه موجب کم خونی بشه. و این درسته، اینو از شما سوال کردم، میخوان بدونن آیا این درسته یا نه، یعنی چون پسرشون کم خونی داره پس مصرف شیر رو در شب قطع بکنن، یعنی کمتر استفاده. 100%. اگر توصیه پزشکتون هر چی بوده، خواهش میکنم اونو نگه دارین، حتما که همونطوره. بله و بله، برای نه برای همه، ولی اگر بچه ای کم خونی داشته باشه بهش توصیه میشه که شیر، اصلا به صورت کلی شیر رو کمتر بخوره، مخصوصا شب. بله. درسته. اگر مورد دیگه هست که من ازتون نپرسیدم و در واقع ذکرش رو اینجا خیلی مفید میدونین و ضروری میدونید، ازتون خواهش میکنم که بگید، چون سوال دیگه نیست که من بخوام. من دو تا نکته دیگه رو میگم که فکر میکنم که خیلی کمک میکنه. یکی این که برای بچه هایی که معمولا نمیتونن تمرکز بکنن و احتیاج به آرامش بیشتر دارن، بحث آروماتراپی هم خیلی کمک میکنه، یا استفاده از اسنشال اویل ها یا روغن های اسانس ها خیلی 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 کمک میکنه. من خودم خیلی ازش نتایج خوبی دیدم.
اینکه مثلا بچه رو، البته فقط بر بچه های بالای 5 سال، بچه های زیر 5 سال اصلا براشون توصیه نمیشه، ولی بر بچه های بالای 5 سال خیلی براشون خوبه. حالا چطوری استفاده کنید؟ مثلا اسنشال اویل لوندر یا استخدوس، لیمو مثلا، کندور یا فرانکینسنس، یکی دیگه هست اسمش نعنای هندی یا پچولی به انگلیسی بهش میگن، اینو 3 تا 4 قطره از این اسنشال اویل رو بریزین توی یک روغنه، توی 30 میلی لیتر از یه روغنه بادوم، هر روغنه حاملی که دارین، میتونه روغنه بادوم باشه، میتونه روغنه نارگیل و هر روغنی که دارین، و اینو روی بدن بچه پشت گوشاش مثلا ماساژ بدین، روی گردنش اینا ماساژ بدین، این خیلی به آرامش بچه کمک میکنه. کنارش باشه این اسنشال اول وقتی که داره غذاشو میخوره، میتونه بچه رو تمرکزش رو بیاره توی الان، و بچه خیلی نشون داده که این به بچه ها خیلی میتونه کمک کنه. اما اسنشال اویل هایی رو که تهیه میکنین از جای مطمئن تهیه کنین که مواد شیمیایی نداشته باشه، خیلی خیلی کمک میکنه. و یکی هم ماساژ، مخصوصا ماساژ این قسمت زیر گوش بچه ها، جایی که استخون فکشون تموم میشه درست زیر گوششون، اگر این دورتا رو اینطوری بچه ها رو ماساژ بدین، خیلی خیلی به بچه کمک میکنه. اینجا جایی هستش که یک نرو یا یک عصبی به اسم ویگس نرو از مغز وارد بدن میشه و به تمام اندامهای بدن میره، و این عصب مسئول آرامش بدنه. دقیقا اینجا زیر گوش، جایی که استخون فک تموم میشه، این ماساژ خیلی، حالا حتی 30 ثانیه، خیلی به برقراری آرامش بچه کمک میکنه. درسته. سوال اومده که توصیه کردن، اولا که خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید، خیلی کمک کننده بود، چون قرار بود که در واقع شما در مورد نوع زندگی بچه های ADHD هم یه صحبتی بکنید که نکاتی بود که فرمودین. 4 دقیقه به پایان لایو مونده، من میخوام این سوال ها رو سریع ازتون بپرسم. مادری پرسیدن پس نوشیدن شیر همراه غذا از نظر شما ایرادی نداره، یعنی این رو توصیه میکنید یا خیر؟ و مادر دیگه گفتن که حالا والدی هستن، من مطمئن نیستم پدر هستن یا مادر، الان نمیتونم دقیق ببینم، گفتن من پسرم اوتیسم داره، آمریکا هستم، چند ماه پیش دچار بیرون روی شده و گاهی چند بار حالت اسهال داره، دکترها نتونستن تشخیص بدن که چرا ناگهانی اینطوری شده و چه ماده غذایی میتونه بهش کمک بکنه. به کسی که این مشکل رو داره، البته باید زیر نظر پزشکا باشه، ولی رسیدگی به روده های بچه خیلی کمک میکنه. مراقب باشین که چقدر فیبر میخوره. بعضی موقع ها فیبر کم خیلی بده، فیبر خیلی زیادم باعث میشه که بدن بچه نتونه بپذیره. و باکتری های روده بچه ها، پروبایوتیک ها، ماست زیاد مثلا، نه حالا زیاد ولی نه ماست میوه ای که پر از شکر و ایناست، ماست خوب مثلا بچه با غذاش یا دوغ همراه غذاش بخوره. اگر بچه ها کفیر میخورن، بسیار بسیار براشون کار میکنه. اگر به سلامت رودشون برسین، هم به سیستم به کمک میکنه به آتیزم، هم سیستم روده ها رو آروم میکنه. درسته، ممنونم. یه عزیزی پرسیده بودن که غذاها و میوه های بسته بندی شده برای بچه مضر نیست، توضیح دادین که نباید استفاده بشه. هر یه، من نمیدونم منظور این عزیز هم از اگر منظورشون غذاهای میوه ها یا سبزی های منجمده، میوه ها و سبزی هایی که کاملا میوه و سبزی خامه ولی منجمده، مشکلی نداره. من خودم منجمدم میخرم، هیچ اشکالی نداره. ولی بسته بندی شده ها، غذاهایی که پخته شده و بسته بندی شده، یا میوه هایی که توی چیز مثل کمپوت شده و اینا، اینا نه، اینا همه پر از مواد نگه دارنده، شکر، رنگ ایناست و اصلا توصیه نمیشه. غذاهای کنسروی، سبزیجات کنسروی، ماهی کنسروی، مثلا تون ماهی در آب، نمیدونم، چون این سوالی هست، من دیدم بچه‌هایی رو که خیلی دوست دارن تون ماهی. من توصیه میکنم اگر تون ماهی میگیرین، ماهی تونا نباشه، چون ماهی های بزرگی که از دریا میگیرن مثل تونا خیلی فلزات سنگین مثل جیوه تو خودشون دارن، اونا رو توصیه نمیکنم. ولی مثلا ماهی ساردین مثلا توی
آب عالیه و توی روغن زیتونم خوبه. روی بسته ها رو بخونین. من خودم مثلا بسته هایی میگیرم که ماهی ساردینه توی روغن زیتون عالیه، هیچ مشکلی هم نداره. به عنوان یه سنک، یه میان وعده روی مثلا برنج بچه هیچ مشکلی نداره، ولی به مواد تشکیل دهنده دقت بکنید. درسته، خیلی ممنونم. یک دقیقه به پایان لایو مونده، من میخوام از شما از این فرصت استفاده کنم تشکر کنم. خانم مریم قادریان، کارشناس تغذیه از کانادا، این دومین باری که در خدمتتون هستیم. بنا به درخواست های زیادی که مخاطبین از ما داشتن که از شما دعوت کنیم که در یک برنامه در خصوص تغذیه کودکان، به خصوص کودکان طیف بیش فعال یا ADHD صحبت بکنید. این لایف سیف میشه. اگر الان این لایف رو گوش میکنید سپاسگزاریم که کنار ما هستید. اگر بعدا این لایف رو گوش میکنید ممنونم از اینکه همراه ما هستید. من آدرس پیج خانم در واقع مریم قادریان رو پایین این لایف که سیف میشه در صفحه اینستاگرام ما برای همه عزیزان میذارم، دسترسی به ایشون برای سوالات بیشتر میدونم که امکان پذیره، چون دفعه پیش هم محبت رو کرده بودین. و یک موردی هست که در مورد در واقع رسانه ایران وایر میخواستم بگم به تمام فعالین مدنی، روزنامه نگاران و فعالین حقوق کودک، این امکان براشون فراهمه که از در واقع همراهی خانم دکتر شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر، برای چند جلسه رایگان درمان استفاده بکنن. میتونید با ایران وایر تماس بگیرید و در واقع از این امکان استفاده بکنید. هر جایی که هستید امیدوارم خوب، خوش، سلامت و در امنیت کامل باشید. باز هم سپاسگزارم از همراهیتون. من از شما ممنونم، خیلی خیلی ممنونم از همه همراهام. سپاسگزارم، متشکرم، وقتتون خوش. وقت شما بخیر.